سلام، عصرتون بخیر. ایشالله که حال همه خوب باشه. من ناتالی حق نظری زنگان هستم با یه ویدیو دیگه ای که خواستم باهاتون در میون بذارم. ایشالله که از این ویدیو لذت ببرین و با امید خدا بتونیم روز به روز هممون آدم های بهتری، پر از عشق، پر از انرژی مثبت و ایثارگری توی این دنیا زندگی بکنیم. امروز خواستم یه ویدیو درست بکنم در مورد ازدواج و روابط خانواده طبق تورا. یکی از زوجهایی که اول ما توی تورا دربارشون میخونیم کی بود؟ زوج آدم و بعد خوا. وقتی که خدا در اون 7 روزی که همه چیزا رو داشت درست میکرد، به نظر میاد روز 5 بود که 5-6 بود که بعد از که همه رو آفرید، از زمین خاکی برداشت و این خاک رو به سبک انسان آفرید و در بینیش نفس گذاشت که نشامه هشم رفت توش و اسم این چیز را آدم گذاشت. و آدم توی اون پارشای برشید میخونیم که همه جا رو نگاه کرد و برگشت به خدا گفت که همه هم نه دارن به جز من، همه زوج هستن به جز من و من اینجا تنها هستم. و خدا گفت که لوتو بیهیوت آدم لوادو آسالا ازر کنگدو، خوب نیست برای این بشر، این انسان یک جسم باشه و به خاطر همین یک موجودی انسان دیگه میسازیم که مثل ازر کنگدو که ترجمه اصلی میشه ازر کمکی، کنگدو برعکس. ازر کنگدو چه اسم جالبی، ازر کنگدو کمکی برعکس اون. و میدونیم که قبل از این جمله هم وقتی که آدم رفت با همه حیوانا رو آشنایی کرد، گفت اینا هیچ کدوم باب میل من نیستن، اونی که باب میل من هست اینها نیستن. و همون موقع خدا آدم را خوابوند و در اون خواب از دنده اون یک دند برداشت و اونو تبدیل به خانم کرد که این خانم از پای ایشون آفریده نشد که آدم حس کنه میتونه روش راه بره، از سر ایشون به وجود نیامد که فکر بکنه که اون میتونه دستور دهنده آدم بشه. از کجاست به وجود اومد؟ از بغلش. که چی؟ که ما هم مثل حامی و کمکی هم دیگه باشیم. و وقتی که خوا به وجود اومد توی تورا می نویسه از گوشت و استخون من هستی، یعنی شمایی که جلو من وایستادیم از گوشت و استخون بدن خودم هستی و به خاطر همین اسم تو رو میذارم ایشا که میشه خانم. چقدر حرف قشنگی که ما همینجا از آدم یاد میگیریم که آدم میگه تو وجود من هستی، تو جون من هستی، تو از خود من هستی، به خاطر همین این اسم تو رو میذارم ایشا، نه به خاطر اینکه تو با من فرق داری، تو با من این هستی، من و تو یکتا هستیم، مثل یه تیم هستیم، با هم دیگه هستیم، توی این دنیا اومدیم که با هم دیگه بسازیم و موافقت بکنیم و کنار بیایم. و توی چند تا صفحه بعد یه چیز خیلی جالبی نوشته که نوشته و آدم عذاب آوی و ایتمو و لیبدوک لیشتو و لیبدوک لخوا ایشتو، درست جمله یادم نمیاد، که می نویسه و آدم خونه پدر و مادرش رو ترک کرد و یک تن شد با خوا. وقتی بشینیم به خودتون فکر بکنین، واسه که من رشتم روانشناسی هم هست، وقتی که آدمایی که میان ماها رو میبینن همیشه ازشون میپرسیم زندگی بچگیتون چه جوری بوده، مامانتون، باباتون، رابطه مامان باباتون، رابطه مامان با شما، پدر با شما، و آگاه میشیم بهتر که چرا این انسان طرز فکرش به زندگی اینجوریه که هست. ولی آدم که پدر مادر نداشت، آدم اولین انسانی بود که توی دنیا به آفرینش اومد. سو یعنی که چی؟ که خدا داره به آدم میگه از خونه پدر مادرت باید بیای این ور
و اون موقع میتونی لیو دوگ بچسبی به خانومت که بشین یک واحد. اگه بشینین فکر بکنین، خیلی چیزایی توی تورا مثل رمزه برای همه ما، برای زندگیامون تا ابد. سو خدا داره اینجا چی میگه؟ انسانی که توی اون دنیا، یعنی بعد از حتی داستان آدم و حوا، داری میری توی ازدواجی، توی رابطه ای، اگه هنوز تو مشکلای کودکی، مشکلای با بابا با مامان گیر کردی، بدون که هیچ وقت نمیتونی با زنت یک تن بشی. چرا؟ برای اینکه همه فیلم ها و مشکل های ناسازت و مشکل هایی که نتونستی رد کنی و داری روی این همسرت پیاده میکنی. تا وقتی که نتونی واقعا مشکل ها، رابطه ها، چیزایی که رو زندگیت اثر منفی گذاشت و باهاش صلح داشته باشی، دنبالت میاد. مثل چی میمونه؟ مثل آدمی که تو تصادف بوده برعکس آدمی که نبوده. آدمی که تو تصادف باشه، تو ماشین هر کی که نشسته، وقتی که ماشین یه خورده به ماشین جلوی نزدیک میشه، اینجوری میکنه. آدمی که تو تصادف نبوده، همینجوری بیخیال میشینه. طرف پشت ممکنه بگه چی شد؟ این صحنه همون صحنه بود. چرا این آدم اینجوری پدرش رو فشار گره و اون آدم ریلکس بود؟ به خاطر اینکه تجربه منفی تو دوران گذشتهش داشته و در الان وقتی که کوچیکترین چیزی رو میبینه که ربط میکنه به اون چیزی که توش بوده، بدنش سفت میشه و تو وحشت میره. و آدم ها هم همینجوری هستن. مشکلایی که با پدر مادرشون داشتن تو زندگی کودکی، اگه باهاش صلح نداشته باشن، پذیرش نداشته باشن، روز در روز تو زندگی زناشویشون هم خواهد عمل و خواهد اثر گذاشت. برای اینکه ممکنه شوهر از در خونه بیاد در رو خورده سفت ببنده، نه به منظور همجوری، بچه‌ای که باباش مشکل عصبانیت داشته در رو سفت میبند، کوچیکترین صدای در بلند اونو میندازه توی وحشت، به اون یادی که باباش چه کار میکرده، زود میره تو موقعیت fight or flight، مثل جنگ و جدال، بدنش میشه تو sympathetic nervous system، دفاع میگیره که شروع شد. شوهر که اصلا حالیش نیست که چه خبره، برای اینکه مثلا منظوری نداشت، و همین این ممکنه شروع یه دعوایی باشه. سو زن و شوهر را تا وقتی که مشکلایی که داشتن با پدر با مادر دوران کودکی و راحت نتونن پذیرش گذشت صلح داشته باشن، رو زندگیشون در حال، در وقتی که الان هم هستن، اثر میذارن. مشکلایی که ما روش کار نکنیم اثر میذاره. و خیلی آدما فکر میکنن که بچه‌های صدمه خورده بچه‌هایی ان که مامان بابا کتکشون میزدن، یا باباش الکلی بوده، یا تو مواد مخدر بوده، یا خیانتی تو زندگیشون بوده، یا از هم طلاق گرفتن. فکر میکنن فقط این گروه بچه‌هایی هستن که بچه‌های صدمه خوری هستن برای نسل بعدی. دکتر گاربور ماتی توی فیلم‌های و کتاب‌های خیلی قشنگش کتاب داره نوشته The Body Keeps Score، که ما چجوری جسممون و بدنمون تو تجربه‌ای که داریم رو نگه می‌داره. اونجا می‌نویسه که خیلی بچه‌هایی هم هستن که مامان بابا با هم موندن، طلاق نگرفتن، ولی رفتار ناسالمی که با هم داشتن، همون اونم رو بچه اثر میذاره. مامان بابا میتونن با هم باشن، مثل زندگی مشترک و انفرادی با هم. یعنی از بیرون این میشه زندگی مشترک، با هم هستن، همسرن، ازدواج کردن، طلاق نگرفتن، ولی زندگی روز در روزشون انفرادیه، سوا زندگی میکنن، رابطه‌ای با هم ندارن، نه صحبت، نه درد دل، نه حال پرسیدن، اون یکتایی که احتیاج هست نیست. رابطه سالم مثل چیه؟ هر رابطه سالم مثل قیچی که احتیاج به اون پیچ وسط داره، رابطه سالم هم احتیاج به اون پیچ داره. و اون پیچ نمیتونه بچه هاتون باشه، و اون پیچ نمیتونه آرزوی بچه آوردن باشه که این بچه زن و شوهر رو با هم نگه دارین. اون پیچ رابطه سالمیه که زن و شوهر با هم داشته باشن، از نظر
روابطی که مثل وقتی که با هم دیگه بیرون میرفتن، دیت میرفتن، ممکنه برای یکی صحبت کردن باشه، زن و شوهر برای زن و شوهر کتاب خوندن خوبی باشه، برای زن و شوهر گردش رفتن باشه، صحبت رستوران رفتن باشه، یه پروژه با هم درست کردن باشه. یک جایی توی زندگیشون هست که از این زندگی رباتی روز بر روز و بیدار شدن و صبحونه خوردن و مدرسه رفتن و سر کار رفتن و برگشتن و شام و خواب، که یه وقتی هم هست که اینا زن و شوهر با هم دیگه رابطه سالم و وقت با هم میذارن و تنها اون موقعی هست که یک زن حس میکنه که شوهرش داره میگه گوشت تن خودم، استخون و استخون و به تو میگم ایشار، که یعنی از من اومدی، و مثل توی زیر خوبپا، زیر کتوبا که میگن هره عهد نکوده شدلی به تبعات زد که داد موشه به اسرائیل، که تو برای من مقدس هستی. با این انگشتر مقدس هستی یعنی چی؟ یعنی من برای تو ارزش قائل هستم، احترام قائل هستم، و زنم برای شوهرش. رابطه‌ای که توش احترام نباشه، احترام از همه چی مهمتره، احترام نباشه، قدرشناسی نباشه، احترام و قدرشناسی اول همش، و عشق و صحبت سالم، اگه این چیزا سر جا نباشه، رابطه صدمه خواهد خورد. رابطه سالم احتیاج داره به این چیزا، و ما تو کتاب برشید از اولین وقتی که آدم هریشون آفریده شد داریم یاد میگیریم که آدم یه انسان تنهایی نمیتونه این زندگی رو راحت بگذرونه، و با همسرم باید این رفتارها رو توش داشته باشه که بتونه رابطه سالمی داشته باشه. فقط اون موقع هست که این رابطه سالم و خوب خواهد جلو رفت. زن و شوهر به نظر من مثل روغن و آب توی شیشه دربسته هستن وقتی ازدواج میکنن. تا وقتی که همت باشه، وقت بذارن، احترام، ارزش قائل، اون یکتایی هست. ولی اگه بخوای ازدواج رو بذاری روی کتابخونه به امون خودش، این آب و روغن به مرور زمان از هم سوا میشن. و وقتی که خدا به آدم گفت ازر کنگدو، کمکید که برعکس توه، به ما یاد داد که زن و مرد با هم فرق میکنن. تواناییشون، رفتارشون، دیدشون به زندگی، برداشتشون به زندگی، زن و شوهر توی این موضوع با هم فرق میکنن. و رابطه سالم وقتیه که با اینی که ما این فرقا رو با هم داریم، هنوز به هم احترام میذاریم، ارزش قائلیم، و رو رابطه‌مون کار میکنیم که روز به روز با هم بهتر باشه و یکتا باشیم. اگه جاهایی نباشه که توی ازدواج زن و شوهر اون رابطه قشنگ و سالم رو داشته باشن، این رابطه به مرور زمان مثل یه رودخونه خشکی میشه که بدون آب هست و همه درخت ها گلای بغلش خشک خشک میشن. رابطه سالم رابطه‌ای که احترام، ارزش قائل بودن و عشق درونش باشه، احتیاج داره به این که رشد سالمی داشته باشه. حتی اگه آدم توی خانواده خودش ندیده، بین پدر مادرش، بین پدر بزرگ مادر بزرگش، الان وقتشه که روی این کار بکنیم که نسل‌های دیگر رابطهشون سالم و سالمتر بشه. هیچی توی زندگی مهمتر نیست که آدم با عشق و محبت بزرگ بشه و احساس آرامش داشته باشه.